به نام خدای یکتای بی همتا. اسلام کار و رفتار است، نمونه های از زندگی تابعین. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ترجمه. و نیز کسانی که بعد از آنها، یعنی بعد از مهاجرون و انصار آمدند، میگویند پروردگارا ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلهای ما کینه نسبت به کسانی که ایمان آورده اند قرار مده. پروردگارا بیگمان تو رؤوف و مهربانی. گواهی میدهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی میدهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او، بر آل و اصحاب او و بر همه کسانی که تا روز قیامت از آنها به نیکی پیروی نمودند رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، همانا خداوند متعال از میان بندگان خود کسانی را انتخاب می کند تا مخلصانه در خدمت دین و رسالت او بوده باشند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر می دهد که بهترین های این امت اصحاب او و سپس تابعین و تابع تابعین هستند. از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که می گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بهترین مردم کسانی هستند که در قرن من زندگی می کنند، سپس کسانی که بعد از آنها می آیند، و سپس آنانی که در قرن عقب آنها می آیند. پس آنها بهترین هایی هستند که به خوبی و برتری توصیف شده اند. امانت علم را حمل نمودند و از آن تحریف تندروان، جعل فریبکاران و تأویل جاهلان را نفی کرده است، و خداوند متعال آنها را توصیف نموده با اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داده است و آنان را به نیکی توصیف کرده و از ایشان خوشنود گردیده و برایشان باغهای از بهشت را وعده نموده که از زیر آنها نهرهای جاری است. خداوند متعال می فرماید. ترجمه. و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، الله از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و برای آنها باغهای از بهشت آماده کرده است که نهرهای از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهد ماند. این کامیابی بزرگ است. و تابعین کسانی هستند که از ناحیه زمان نزدیکترین اشخاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشند. پس تابعین نسل بعد از نسل صحابه هستند. تابعین نسل بعد از نسل تابعین رضوان الله علیه مجمعین. و خداوند به امام بوسیری رحمه الله خیر کثیر دهد، چنین می فرماید: و همه آنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم اقتباس می کنند، همچون حفنه از بحر یا جرعی از باران. و تابعین با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت نمودند و از آنها علم کسب کردند و صحابه به فضیلت و برتری آنها گواهی دادند، چنانچه حضرت ابن عمر رضی الله عنهما به سعید ابن المسیب رضی الله عنه چنین گواهی داده فرمود: بیگمان او یکی از مفتیان وقت است. و چنین می گفت: از سعید ابن المسیب بپرسید، چون او جلیسی نیکوکاران بوده است. و حضرت سعید بن المسیب در زندگی صحابه فتوا می داد و پس از وفات دانشمند امت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در مکه عطا ابن ابی رباح فتوا می داد. و زمانی که ابن عمر رضی الله عنهما به مکه آمدند، اهالی مکه مسائل را از او پرسیدند. پس حضرت ابن عمر رضی الله عنهما به آنها گفت: ای اهالی مکه، همه مسائل را بر من جمع می کنید در حالی که ابن رباح در میان شما وجود دارد؟ و تابعین با محبت راستینشان به پیامبر صلی الله علیه و سلم معروف هستند. و زمانی که حسن بصری رحمه الله درباره حدیث گریان و فریاد نمودن تنه درخت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن می گفت، گریان نموده گفت: ای بندگان خدا، چوب به اشتیاق نزدیک شدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم فریاد می زند، پس شما سزاوارتر از آن هستید تا برای دیدار و نزدیکی او صلی الله علیه و سلم مشتاق بوده باشید. و باری امام مالک رحمه الله پرسیده شد که از ایوب سختیانی چی شنیده است؟ در پاسخ گفت:
او دو بار حج نمود و همیشه به او نزدیک می شدم، چیزی نمی شنیدم مگر اینکه هرگاه نام پیامبر صلی الله علیه و سلم را یاد می نمود و حد گریان می کرد که به حالش رحم من می آمد. و احترام آنها برای پیامبر صلی الله علیه و سلم به حدی بود که وقت یکی آنها می خواست درباره او صلی الله علیه و سلم سخن بگوید، تا خیشتن را به خوبترین حالت و شکل آماده نمی کرد درباره اوصاف او صلی الله علیه و سلم سخن نمی گفت و پیروان خود را با چنین عادت تربیت نموده بودند. ابو سلمه خزاعی رحمه الله می گوید امام مالک ابن انس رحمه الله وقت می خواست حدیثی بیان نماید، همچون وضوی نماز وضو می گرفت، خوبترین لباس خیش را می پوشید و ریش خود را شانه می نمود. برایش گفتند چرا چنین می کنی؟ در جواب گفت با چنین عمل حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را توقیر و احترام می کنم. و برخی از تابعین را پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد نموده است، مانند اویس قرنی که نسبت به مادرش سخت نیکوکار بود. او را پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یاران خود یاد آوری نموده بود و به آنها خبر داده بود که دعای او حتما نزد پروردگار جهانیان پذیرفته می شود. از حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که فرمود من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت همانا بهترین تابعین مردی است به نام اویس و او مادری دارد که نسبت به او خیلی نیکوکار است و او بیماری سفیدی یا پیسی داشت که از آن جز مقدار یک درهم شفایاب شده بود. از او بخواهید تا برایتان از بارگاه رب العزت مغفرت و آمرزش بخواهد. پس زمانی که اهالی یمن آمدند، حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه در جستجوی او برآمد تا که او را دید و برایش گفت برای مغفرت بخواه. گفت تو باید برای من طلب مغفرت کنی، چون تو یار پیامبر صلی الله علیه و سلم هستی و بهشت و به بهشت مژده داده شده ای. ولی حضرت عمر همواره از او خواست تا که برایش طلب مغفرت و آمرزش نمود. و تابعین رحمهم الله دین را به صورت درست از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم آموختند، چنانچه امام حسن بصری رحمه الله که از بزرگان تابعین است وقتی پرسیده شد آیا مؤمن هستی؟ در پاسخ گفت ایمان دو نوع است. پس اگر تو از من درباره ایمان به خداوند، ایمان به فرشتگان او، به کتابها و پیامبران او و به ایمان به بهشت و دوزخ و به زنده شدن پس از مرگ و حساب و کتاب روز قیامت میپرسی، پس من مؤمن هستم و به همه آنها ایمان دارم. و اگر درباره ایمان مذکور در این فرموده خداوند متعال میپرسی، ترجمه مؤمنان تنها کسانی هستند که جا چون نام الله برده شود دلهایشان ترسان گردد و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند. کسانی که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند، اینان مؤمنان حقیقی هستند. اگر پرسشت مربوط به ایمان مذکور در این آیات بوده باشد، پس سوگند به الله من نمی دانم که آیا از جمله آنها هستم یا نه. بیهقی در پیوند به این به آن میگوید امام حسن بصری رحمه الله در حال به اصل ایمان خود توقف نکرده است، بلکه درباره کمال آن توقف نموده است که خداوند متعال اهل ایمان کامل را در بهشت به روزی فراوان وعده داده است، چنانچه میفرماید ترجمه برای آنان در درجات پیاپی عالی نزد پروردگارشان است و همچنین آمرزش و روزی فراوان و نیکو در بهشت. همچنین آنها آسانگیری و میانه‌روی را آموختند و در زندگی روزمره‌شان تطبیق نمودند. سفیان ثوری رحمه الله می گوید جز این نیست که علم نزد ما رخصت و امانت است، اما تشدد و تندروی را هر کس نیک می داند. و ازرق پسر قیس می گوید ما در کنار دریایی در اهواز بودیم که آب آن خشکیده و تمام شده بود. پس ابو برزه اسلمی سوار بر اسب آمد، وقتی خواست نماز بخواند اسب خود را رها کرد و هنگامی که اسبش فرار نمود نماز را گذاشت و در پی اسبش دوید تا آن را دریابد و سپس آن را گرفت و آمد و نماز خود را ادا نمود. و در میان ما مردی صاحب دیدگاهی بود و او گفت این شیخ را میبینید؟ نمازش را به خاطر اسب رها کرد. پس ابو برزه اسلمی به او روی آورد و گفت از زمانی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم جدا شدم تا هنوز هیچ کسی با من چنین خشونت نکرده است.
گفت خانه من خیلی دور است، پس اگر نمازم را تمام می کردم و به تعقیب اسبم نمی رفتم تا شب نمی توانستم نزد اهلم برسم. و من این کار را از پیامبر صلی الله علیه و سلم آموختم که خود او صلی الله علیه و سلم وقتی میان دو امر اختیار داده می شد آسان و سهل آن را انتخاب می کرد و اگر در آن گناهی نمی بود. و او صلی الله علیه و سلم می فرماید با خود و دیگران آسان بگیرید، سخت گیر نباشید، بشارت دهید و نفرت نیافرینید. و در حدیث دیگری می فرماید نرمی و لطافت در هر چیزی که باشد آن را زیبا و آراسته می سازد و از هر چیزی که جدا شود آن را زشت و معیوب می گرداند. همچنین مهربانی، همبستگی و احساس اعلام دیگران را نیز در زندگی روزمره‌شان عملا تطبیق نمودند. چنانچه حضرت علی پسر حسین پسر علی کرم الله وجهو بر بسیاری از فقرا و مساکین به طور مخفی خیرات و صدقات میداد که هیچ کس خبر نمی شد و او را نمی شناخت. زمانی که وفات نمود فقرا کسی را از دست دادند که بر آنها مصرف می نمود. وقتی او را غسل می دادند در پشت و شانه های او آثار حمل بار به سوی خانه بیوزنان و مساکین را دریافتند. پس دانستند کسی که در شب برای آنها مواد غذایی می آورده او بوده است و گفته می شود او در مدینه منوره مصرف 100 خانواده را می پرداخته است. و این مهربانی و همبستگی تنها منحصر بر مسلمانان نبود، بلکه شامل مسلمانان و غیر مسلمانان می شد. چنانچه حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه با کارمندان خود در بصره نوشت به اهل ذمه موجود نزدان ببینید، اگر سنی کسی از آنها بزرگ شده و قوت و توانایی او ضعیف گردیده است نمی تواند کار کند، پس بر او از بیت المال مسلمانان به اندازه نیازمندیش بپردازید. و او در این کار به حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه اقتدا نموده بود، طوری که روزی حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه پیرمرد اهل کتاب را دید که از مردم سوالگری می کند، پس فرمود سوگند به الله ما درباره این آدم انصاف نکرده ایم، وقتی در جوانی مال او را خوردیم و در پیری او را ضایع نمودیم، سپس از بیت المال برای او به اندازه نیازش معاش مقرر نبود. و همچنین حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه در صلحش با اهل حیره چنین کرد و همه آنها در این خصوص به پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدا نموده بودند و احکام درست دین را تطبیق می کردند. چنانچه خداوند متعال می فرماید الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند نهی نمی کند. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست می دارد. و این مهربانی و رحمت تنها بر انسان متوقف نبود، بلکه شامل حیوانات، پرندگان و دیگر مخلوقات نیز می شد. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه به کارمند خود در مصر نوشت و او را بر مهربانی با شتر توصیه نمود، چنانچه فرمود به من خبر رسیده که در مصر برای انتقال اموال از شتر کار میگیرند و بر هر شتر بیشتر از 1000 پیمانه بار میکنند. پس وقتی این مکتوب من برایت رسید نباید بشنوم که کسی شتری را بیشتر از 600 پیمانه بار کند. و همچنین بر مهربانی با آن توصیه نمود و گفت نباید به آن توهین شود و نباید زده شود و این امر را از پیامبر صلی الله علیه و سلم آموخته بود. زمانی که صاحب شتر را توصیه کرد تا با شترش مهربان باشد، چنانچه فرمود آیا درباره این چهار پا که خداوند تو را مالک آن گردانیده است از خدا نمی هراسی؟ چون شتر او به پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت کرد که آن را گرسنه نگه می‌دارد. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. برادران مسلمان، براستی بزرگترین امتیاز تابعین نسبت به دیگران تحمل و لطفشان با مردم و عاجزی و فروتنی در برابر آنها بود. پس در تعامل و رفتارشان با مردم بیشترین تحمل گذشت لطف و نرمی را دارا بودند. قتاده می گوید بر حسن بصری رحمه الله وارد شدیم، او در خواب بود و بالای سرش ظرفی گذاشته شده بود و پس آن را گرفتیم و دیدیم که داخل آن نان و میوه است و به خوردن آن آغاز نمودیم. در این هنگام بیدار شد و ما را در دید خوشحال گردید، با تبسم این آیت قرآن را تلاوت نمود یا خانه های دوستانتان چیزی بخورید، بر شما گناهی نیست که دست جمعی یا جداگانه غذا بخورید. و از جریر پسر حازم رضی الله عنه روایت است که گفت ما نزد حسن بودیم و نیمه روز شده بود، پسرش گفت اندکی شیخ را به حالش بگذارید زیرا شما بر او مشقت نمودید. پس چون او تا هنوز نه غذا خورده و نه آب خورده است،
حسن بصری رحمه الله به فرزندش گفت آنها را به حالشان بگذار، سوگند به الله چیزی مرا به اندازه دیدار آنها خوشنود نمی سازد. و در این امر این کار خودپرستی، دانستن جایگاه علم و احترام آن و بیان جایگاه دین خداوند در نفوس مسلمانان می باشد و شاید این موضوع درسی بوده باشد برای کسانی که بدون دانش به حیث پیشوای مردم قرار می گیرند و بدون علم پیرامون دین خداوند سخن می گویند، پس خود گمراهند و دیگران را گمراه می کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود در واقع خداوند علم را با بیرون کردن آن از سینه بندگان نمی گیرد، ولیکن علم را با گرفتن و مرگ علما می گیرد، حتی وقتی هیچ عالمی باقی نماند در آن وقت مردم جاهلان را پیشوایانشان انتخاب می کنند، پس این جاهلان وقتی درباره چیزی پرسیده شوند بدون علم فتوا می دهند، پس خود گمراه هستند و دیگران را گمراه می سازند. تابعین برای امامانی که بعد از آنها آمدن سرمشق قوی بودند، چنانچه ابو جعفر منصور از امام مالک رحمه الله که تابعین است خواست تا کتاب معطای او در کشورهای مختلف اسلامی مورد اعتماد قرار گیرد. گفت من تصمیم گرفتم تا طبق احکام کتاب نوشته شما یعنی معطا حاکم نمایم، پس آن را چندین نسخه کپی می کنم و به همه شهرهای اسلامی یک نسخه از آن را می فرستم و دستور می دهم تا طبق آن عمل شود و از احکام آن پا فراتر ننهند و غیر آن که همه علم نوآوری شده است را رها کنند، چون به نظر من اصل علم روایت و عمل و علم اهل مدینه است. ولی امام مالک رحمه الله گفت ای امیر مؤمنان چنین مکن، چون قبلا به مردم سخنان رسیده، احادیثی را شنیدند و روایت را نقل نمودند و هر یک آنها طبق آنچه عمل نمودند که قبلا برایشان رسیده است و با آن به اختلاف مردم نزدیک شدند، پس برگرداندن آنها از باور و معتقداتشان سخت است، پس مردم را به آنچه که روان هستند و اهل هر شهر برایشان برگزیده اند بگذار. ابو جعفر منصور گفت سوگند به عمرم اگر امام مالک در این امر از من اطاعت می نمود حتما به آن دستور می دادم. و از صفت خوب تواضع و از بزرگی علم و دانش آنچه است که امام شافعی رحمه الله روایت شده زمانی که با شاگرد خود یونس ابن عبدالعلا اختلاف نمود، یونس با خشونت از مجلس برخاست و رفت. وقت شب در رسید یونس صدای کوبیدن دروازه خانهش را شنید. گفت پشت دروازه کیست؟ گفت محمد ابن ادریس. یونس می گوید جز امام شافعی همه کسانی را که نام او نشان محمد ابن ادریس بود را به یاد آوردم و درباره‌شان فکر کردم. میگوید زمانی که در را گشودم ناگهان او را در پشت دروازه دیدم. پس امام شافعی رحمه الله گفت ای یونس، در حالی که ما را صدها مسئله با هم جمع میکند، آیا معقول است یک مسئله ما را از هم دور و جدا کند؟ ای یونس، کوشش نکن در همه اختلافات پیروز بوده باشی. گاهی به دست آوردن دلها بهتر از کسب مواقف است. پولی را که ساختی و از آن گذشتی و ایران مکن، چون شاید روزی محتاجی دوباره برگشت از آن شوی. همیشه مخالف اشتباه باش، نه مخالف کسی که اشتباه میکند. و با تمام قلبت گناه را زشت بپندار، لیکن شخصی گناهکار را ببخش و با او مهربان باش. ای یونس، دیدگاه را انتقاد کن ولی صاحب آن را احترام کن، زیرا وظیفه ما از بین بردن بیماری است نه بیمار. خداوند امام شافعی رحمه الله را بیامرزد چنین می‌فرماید نیکوکاران را دوست می‌دارم در حالی که من از جمله آنها نیستم، شاید توسط آنها شفاعت کمایی کنم. زیشت می‌پندارم کسی را که تجارتش گناه است، اگر چه همه ما در متاع و کالا با هم برابریم. و علمای کرام ما نیز بر چنین اسلوب رفتار نمودند، پس آنها در حمل بار امانت دین خداوند متعال، درک درست آن، تخلق به اخلاق آن و در تبلیغ آن برای مردم به زیباترین صورت و با حکمت و پند نیکو برای ما بهترین الگو و سرمشق هستند. بار خدایا ما را از جمله کسانی بگردان که سخن را میشنوند و با وجه احسن از آن پیروی میکنند. آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و آنها صاحبان خیرات هستند. آمین رب العالمین.